به سرزمینی که خدا به ابراهیم وعده داده بود وارد شوید، همانطور که خدا فرمان داده و با خبرهایی از وضعیت آنجا به پیش ما بازگردید. در مورد مردم و حاصل خیزی شهر و درباره هرچه می توانید اطلاعات بیاورید. آه موسا، روز بزرگی است. به زودی از محصولات زمین مانند مصر خواهیم خورد. بله، دوباره خواهیم خورد. باید غذا بخوری. نمیتوانم، بسیار نگرانم. ولی باید غذا بخوری. بسیار خوب، قرصی نان بده. چهل روز گذشته از موسا، فکر میکنی هنوز هم زنده اند؟ شاید مثل باغ عدم باشد و نمیخواهند ترکش کنند. نگاه کن، آنها میآیند. برگشتند سفوره، آنها برگشتند. چه کردید؟ سر تا سر آنجا را گشتیم. سرزمین شیر و عسل است و مردمانش بسیار قوی هستند. شهرها دیوار دارد که واقعا بزرگند و غولهای امالیقی را دیدیم. امالیقی ها از این مرجوسه بودند. میگویم فوراً به آنجا برویم و تسخیرش کنیم. مطمئنم میتوانیم این کار را بکنیم. نمیتوانیم در مقابل آنها بایستیم. خیلی قوی هستند. جنگجویان بزرگی هستند واقعاً. از این مرجوسه بودند. در مقابل آنها مثل ملخ‌ها هستیم. دیگر کافی است. حال بیایید از محصولات این سرزمین بخوریم. بیایید بخورید. چند بار باید گول این دروغ‌ها را بخوریم؟ دیگر چه انتظاری دارید؟ گمان می‌کنید سرزمین حاصلخیزی است که منتظر ما مانده؟ بیایید رهبری انتخاب کنیم، به مصر برگردیم. من موافقم. برگردیم به مصر. اوضاعمان به عنوان یک برده بهتر از تا یک مرده. اطمینان دارم که امالیقی‌ها ما را تکه تکه خواهند کرد. من هم سر و فرزندانم را نیاوردم تا کشته شویم. پس باید چه کار بکنیم؟ ما را رهبری کن به مصر، آزور. درسته، آزور، آزور. من هم با او موافقم. من هم همینطور. من هم همینطور. چرا؟ چرا با موسی مشورت نمی کنید؟ در تمام اردوگاه گشتم و فهمیدم که مردم مایلند به مصر بازگردند. برویم. ما به مصر برگردیم. تصمیم گرفتیم به مصر برگردیم. به جای اینکه مثل گاوها در جنگ کشته شویم. خدا شما را اینجا آورد و نجات به شما بخشید. من هم موافقم. این سرزمین غورهای امالیقی است. غورها، امالیقی‌ها، 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 غورها، غورها. چه کسی ما را نجات می‌دهد؟ آزور، 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 آزور. کافی است. بس کنید. گوش کنید. سرزمینی که در پیش داریم، سرزمین برکات است.
سرزمین شیر و عسل، و اگر خدا بخواهد به آن وارد می شویم، آن را به ما می دهد. فقط از خدا نافرمانی نکنید. از امالیقی ها نترسید، خدا با ما خواهد بود. از آنها نترسید. بیا موسا، بیا از این بیابان برویم. من میمانم، ولی نمیتوانم از تو بخواهم که بمانی. تو جان منی موسا، تو عشق منی. بعد از 40 سال با هم بودن میدانی برایم چقدر ارزش داری. ولی من نگران تو هستم، چون باید با این مردم 40 سال دیگر سپری کنی. آنها قوم من هستن سفوره. آنها قوم خدایان، به حال خودشان بگذار. ما می توانیم به مدیان برویم، پیش پدرم. می دانم سفوره، در این مدت من شیر گاوها را بر تپه هایی که خدا وعده داده بود می دوشیدم. افسوس که همه آنها در خواب بود و هرگز به وقوع نپیوندی. ای موسا، من درکت می کنم. نه سفوره، ترجیح می دهم اینجا با خدا بمیرم تا اینکه در سرزمینی دیگر بدون خدا. مردم دیگر شکایت نکردن؟ برعکس، با تلخی شکایت می کردن. موسا ما میخواهیم تو را ببینیم. موسا بیا بیرون. موسا اون میترسد با ما روبرو شود. موسا اگر از خیمه بیرون نیایی ما به آن داخل خواهیم شد. چرا ما را به این بیابان آوردی تا در آن بمیریم؟ موسا گرسنه ایم، آب هم نداریم، دیگر از نان فطیر متنفریم. ما هرگز تو را ترک نمی کنیم، باز خواهیم گشت. بیایید برویم. بیایید برویم. به کجا؟ امشب را زیر درخت میگذرانم، در پای کوه نبو. ولی چرا تا صبح در اینجا نمانیم؟ چون صبح زود میخواهم بالای کوه بروم. من باید به کوه نبو بروم، وقتش رسیده است. صبر کن پدر، باید این را ببندیم. من تنها می روم. تنها؟ مسیر طولانی است پدر، و نمی توانی از کوه بالا بروی. بعد از 120 سال هنوز قوی هستم، هنوز می بینم و پاهایم قوی اند. ولی چرا باید تنها بروی پدر؟ وقت رفتن است، بیایید. باید خداحافظی کنم. مطمئنم پدر که شما بر میگردید. همه رفتند. مریم،
و هارون و من آخرین نفر هستم. پدر! 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 بدون تو باید چه کار کنی؟ خدای خود را بخوان با همه دلت. هرگز نمیگذارم تنها بروی. نگاه کنید مادر، او همسر خوبی است که خدا به من داد. چقدر شگفت انگیز است این سفر. خدا همه مخلوقاتش را دوست دارد و برای ما راهی مهیا می کند تا به نزدش برویم. موسی به مدت 40 سال قوم خود را در بیابان رهبری کرد و بعد از آن خداوند موسی را بر قله کوه نبو در سرزمین موآب برد تا سرزمین موعود را از آنجا ببیند و بعد از آن موسی در حضور خداوند فوت کرد و خداوند او را دفن کرد و محل دفن او برای تمامی آثار مخفی خواهد ماند.